خیلی مخلصیم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو. من حامد ابوطالبی ام و توی این جلسه میخوایم بریم راجع به فور و آف با هم صحبت کنیم. این دوتا حروف اضافه‌ن که خیلی جا استفاده میشه، ولی خب متاسفانه خیلی از زبان آموزا نمیدونن آقا آف رو من کجا بیارم، نمیدونم فور رو من کجا استفاده کنم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، حتما ما رو سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده، لایک و کامنت هم فراموش نشه. این دوتا لایک و کامنت خیلی به من انرژی میده. بریم سراغ آموزش. ما تو زبان انگلیسی یه کلمه داریم به نام فور. ببین تلفظشو، فور فور. اگه بخوام به فارسی اینو معنی کنم، همه جا میشه برای، یعنی تو 90% مواقع میشه برای معنی میشه. ولی توی زبان انگلیسی من اجازه ندارم همه جا فور رو برای معنی کنم. خب اولی کاربردش، 4 تا کاربرد براتون نوشتم که از فور میتونم استفاده کنم. اولین کاربردش چی میگه؟ میگه برای شخص، برای اشخاص میتونی از فور استفاده کنی. مثال منو ببین. Bring that book for me. Bring that book for me. اون کتاب رو برای من بیار. Bring that book for me. کلمه bring به معنی آوردنه. Bring that book for me. اون کتاب رو برای من بیار. خب یه مثال دیگه با فور بزنم. مثلا میگم He bought flowers for his wife. He bought flowers for his wife. اون آقاه برای زنش گل خریده. برای کی؟ برای زنش. یا مثلا من میگم for me، برای من. For me میگن این کادوی برای کی؟ میگم for me، برای منه. For me. پس اولین کاربرد for برای اشخاص استفاده میشه. دومیش، ما وقتی بخوایم طول و مدت یه زمان رو تو زبان انگلیسی بگیم چند هفته، چند روز، چند ساعت، میتونیم از فور استفاده کنیم. چی شد؟ وقتی بخوایم طول و مدت یه چیز رو ما مشخص کنیم، از فور میتونیم استفاده کنیم. به مثال من دقت کن، من میگم They are going to US for a week. They are going to US for a week. اونا برای یک هفته، for a week، برای یک هفته رفتن به آمریکا. یا مثلا من میگم I will go to Canada for 6 months. I will go to Canada for 6 months. برای 6 ماه رفتم کانادا. خب برای چند ماه؟ 6 ماه. وقتی بخوام طول و مدت یه زمان رو مشخص کنم، for a week، for 6 months، for 2 days، برای 2 روز، for 5 hours، برای 5 ساعت، for 6 hours، برای 6 ساعت. وقتی بخوایم طول و زمان یه چیزی رو مشخص کنیم. بعدی، ببین ما تو زبان انگلیسی مثلا من میگم آقا let's go for a movie، این معنیش نمیشه بزن بریم برای فیلم، معنیش میشه بزن بریم فیلم نگاه کنیم. let's go for a movie. یا مثلا من میگم I'm hungry، گرسنمه. I'm hungry، خیلی گرسنمه. Let's go for fast food. بزن بریم fast food بخوریم. یا I'm going to eat. I'm going for fast food. دیگه eat نمیارم. I'm going for fast food. میخوام برم fast food بخورم. خب اینجا دیگه معنی برای نمیده. حواست باشه ببین. Let's go for movie. این دیگه برای معنی نمیشه. بزن بریم فیلم نگاه کنیم، فیلم تماشا کنیم. یا I'm hungry، I will go for fast food. گرسنمه، میخوام برم fast food بخورم. خب و در آخر یکی از رایج‌تریناشه که قبل از اگزمپل با فور میاد. For example، برای مثال. For example، I like fast food. Fast food دوست دارم. For example، mushroom، مثلا قارچ. پس چی شد؟ این فور من 4 تا گزینه میاد. اولی گزینش برای شخص ها که گفتم bring that book for me، اون کتاب رو برای من بیار. دومیش برای طول و مدت یه چیزی، they are going to US for a week. For a week، اونها برای مدت یک هفته به آمریکا رفتن. خب یا مثلا let's go for movie، بزن بریم فیلم نگاه کنیم. این دیگه برای معنی نمیشه. یا let's go for fast food،
بزن بریم فست فود بخوریم، دیگه برای منی نمیشه. و آخرش و دایت شنینش هم for example، برای مثال، for example برای مثال. بریم سراغ off. خب ما for رو کاملا کاور کردیم، حالا بیا سراغ off. ببین یه تعریف داره off، میگه وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه ای باشه یا جزئی از اون باشه تو باید از آف استفاده کنی. چی شد؟ وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه ای باشه یا جزئی از اون باشه تو باید از آف استفاده کنی. یعنی چی؟ بیا تو جمله ها. اولی مثال، The door of the room. در اتاق. خب در متعلق به اتاق دیگه، The door of the room. میبینی؟ من از off استفاده کردم. یا بعدی The cover of the book. جلد کتاب. خب ببین تمام کتابای ما جلد دارن دیگه، اون جلد متعلق به اون کتاب است. The cover of the book. یا مثال آخر ببین، The end of the film. پایان فیلم. این پایان است که متعلق به اون فیلم است. یه دونه کاربرد خیلی کوچولویی هم داره که بعد از صفت میاد. مثلا I'm afraid of lion. از شیر میترسم. I'm afraid of lion. از شیر من میترسم. خب پس of موقعی ازش استفاده میکنیم که وقتی چیزی متعلق به چیز دیگه ای باشه یا جزئی از اون باشه. The cover of the book. جلد کتاب. به همین سادگی. امیدوارم که خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید. اگه خوب یاد نگرفتی از اول ببین، لایک و کامنت هم فراموش نشه. حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزن. خیلی مخلصی.